سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو آموزشی دیگه. توی این ویدیو ما میخوایم در مورد ترمومتر یا دماسنج صحبت کنیم و در واقع میخوایم روش کار با روش استفاده از دماسنج جی وی ای رو به شما یاد بدیم. گرچه تو خیلی از خونه ها الان دماسنج های دیجیتال هستن و مردم خیلی کم از این دماسنج ها استفاده میکنن، ولی خب اینکه یاد بگیرین چجوری از این دماسنج جی وی استفاده کنین هم بد نیست. یه سری نکات هم در مورد کلا دمای بدن هم ما میخوایم توی ویدیو به شما بگیم و ویدیو رو زیاد طولانیش نکنیم. در واقع دمای بدن به چه عواملی بستگی داره؟ به اینکه فعالیت طرف به فعالیت بدنی طرف بستگی داره، به غذا و مایعاتی که میخوره، نوع غذا و مایعات، به سن و جنس بستگی داره. مثلا تو خانم‌ها آقایون فرق میکنه، مثلا تو سنین تو نوزادان دما مقدار بالاتر هست و در واقع سنین نوزادی تا بزرگسالی دما متفاوت دمای بدن تا حدودی، و در واقع به اینکه روش اندازه‌گیری دما، اینکه از چه روشی شما دمای بدن رو اندازه‌گیری می‌گیری، از طریق زیر زبانی، پیشانی، گوش، زیر بغل یا مقعد، دماهای مقدار با هم متفاوت هست و در واقع اینا رو شما باید مد نظر داشته باشید. و وقتی می‌خواید دمای بدن رو اندازه‌گیری کنید، باید تو شرایط عادی و شرایط نرمال باشه. یعنی چی؟ یعنی اون شخص مثلا نزدیک به این منبع سرما یا منبع گرما نباشه. مثلا اگه بخواید دمای بدن از طریق زیر زبانی بگیرین، مثلا قبل 5 دقیقه قبلش مایعات گرم یا مایعات سرد میل نکرده باشه. اما درجه بندی دماها به چه صورت هست؟ 35.5 تا 37.5 میشه دمای طبیعی بدن، 38 تا 39.5 میشه تب، 39.5 تا 41 میشه تب بالا و بالای 41 میشه تب شدید و خیلی بالا و خطر تشنج تبهای خیلی بالا خیلی زیاد هست و باید به این نکته توجه کنید، مخصوصا توی کودکان. و در واقع توی اصطلاح پزشکی به دمای بالا میگن هایپرترمی و به دمای پایین یعنی زیر 35 میگن هایپوترمی. هایپوترمی یعنی دمای خیلی پایین و هایپرترمی یعنی دمای خیلی بالا، که هر دو حالتش هم خطرناکه توی بچه ها، مخصوصا توی کودکان. یه نکته ای هم که توی این ویدیو میخوام به والدین بگم اینه که برای بچه ها مثلا مخصوصا کودکان زیر ده سال باید خیلی حساس باشین روی کودکان. به دمای بدن کودکان هر چقدر سن اون کودک کمتر باشه، حساسیت شما هم باید بیشتر باشه. من خیلی رو تو بیمارستان دیدم که مثلا والدین بچه مثلا 3 سالشون رو آوردن، بهشون میگم که ببریم متخصص اطفال ببینه، میگه میخوام، مهم نیست، میخوام پزشک عمومی ببینیم کودک من. یه کودک شما بالای 10 سال سن داره، مثلا مقصد سن نوجوانی هست، به اون صورت حالا حساسیت زیادی حالا نمیخواد بذاری روش، مثلا ممکنه پزشک عمومی هم بتونه براش داروی چیزی تجویز کنه، ولی کودکان زیر ده سال و مخصوصا اگه سنشون دیگه خیلی پایین تر باشه، سنین مثلا دبستان و یا مثلا کورت سالان 3 تا 5 سال، اینا که خیلی خیلی حساس باید باشین روشون، چون دمای بدن کودکان خیلی حساسه و خطر تشنج تو کودکان خیلی زیاد هست، چه پایینش یعنی دمای پایینش هایپوترمش و چه هایپرترمش یعنی دمای خیلی بالا. بس خواهشم والدین روی کودکانتون، دمای بدن کودکانتون حساس باشین، نگین که مثلا خودش خوب میشه یا ولش کن مثلا با 2 تا شربت اینا خوب میشه، ممکنه کودکتون عفونت کرده باشه بدنش و نیاز به آنتیبیوتیک باشه. و حتما هم کودکان خودتون رو حتما پیش متخصص اطفال ببرین، نبرین پیش پزشک عمومی. اینکه پیش چه پزشکی ببرین خیلی اهمیت داره. پس اگه کودک، مخصوصا کودکان زیر 10 سال، اگه دچار تب شدن حتما مراجعه به پزشک حتما داشته باشین و پزشک اطفال باشه، پزشک عمومی نبرین بیمارتون رو. و این خیلی مهمه برای داروهایی هم که برای بچه‌ها تجویز میشه، داروهای حساسیه. بزرگسالا فرق می‌کنه قضیهشون، خطر تشنج تو بزرگسالا خیلی کم هست، چون بزرگسالا میتونن تا حدودی درجه حرارت بدنشون رو کنترل بکنن، ولی بچه‌ها اون توانایی مراقبت از خودشون رو ندارن و در واقع اون آگاه سازی، اون اطلاع رسانی که از طرف کودک میخواد به والدین صورت بگیره خیلی کم هست. در واقع بچه به ندرت میتونه اون وضعیت بدنی خودش رو به والدین اطلاع بده، برای همین خطر تشنج تو کودکان خیلی زیاد هست. خواهشاً این موضوع رو جدی بگیرید. محل‌های گرفتن اندازه‌گیری درجه حرارت مقعدی داریم که تا نوزادان 3 ماهه ناحیه مقعدی، استفاده از ناحیه مقعدی خیلی خوب هست. از 3 ماهگی به بالا، در واقع تو سن تا سن 5 سالگی از زیر بغل استفاده بشه مناسب‌تر هست و از سن 5 سالگی به بالا بهترین جا زیر زبانی هست.
و اونایی هم که حالا دستگاه دیجیتال دارن میتونن از گوش برای کودکان از گوش استفاده کنن یا از پیشانی، در واقع از دستگاه دیجیتال هم میشه استفاده کرد. اما درجه بندی ها به چه صورت، درجه حرارت اگه از پیشانی بخوایم بگیرین یا از پیشانی یا از زیر بغل، نیم درجه کمتر از دهانه. یعنی اگه یه نفر ترمومتر رو بذاره زیر زبونش خب، و اگه از پیشانیش هم بخواد درجه حرارت بگیره، اون درجه حرارت پیشانی و درجه حرارت زیر بغل نیم درجه از درجه حرارت دهان کمتر هست. یعنی شما اگه مثلا درجه حرارت پیشانیتون 38 شد، باید نیم درجه هم بهش اضافه بکنیم بشه 38.5، و درجه حرارت مقعد نیم درجه بیشتر هست. یعنی اگه مثلا یه نفر درجه حرارت مقعدش 39 باشه، یعنی عملا 38.5 هست درجه حرارتش، و درجه حرارت در مقعد نیم درجه بیشتره. بس مقعد نیم درجه بیشتر از دهانه، پیشانی و زیر بغل نیم درجه کمتر از دهان هستن، و اینا رو باید مد نظر داشته باشیم. مدت زمان نگهداری اون دماسنج توی زیر زبان بین 1 تا 2 دقیقه است، توی زیر بغل بین 3 تا 5 دقیقه، و توی مقعد هم تقریبا 2 تا 3 دقیقه است. و بعد اون شما دماسنج رو برمی‌داریم و اون درجه حرارت رو می‌خونید.